با سلام به شما بینندگان عزیز برنامه کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی. من ماهرخ فیروزه به همراه همکارم بهنام پارسا برنامه این هفته را از گوتنبرگ سوئد تقدیم حضورتون میکنیم. در برنامه این هفته میپردازیم به کارزار بزرگ من هم شکنجه شدم که از تاریخ 19 دی ماه برابر با 9 ژانویه شروع شد، بعد از نامه اسماعیل بخشی که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی رو به یک مناظره تلویزیونی دعوت کرد در مورد شکنجه هایی که در زندان شد. این کارزار در سطح وسیع و بسیار گسترده‌ای شروع شد و با استقبال بی‌نظیری هم از طرف مردم شکنجه شده و ضربه خورده طی 40 سال جمهوری اسلامی روبرو شد. جمهوری اسلامی نمیتونه رد پای شکنجه رو پاک بکنه و در بنبست بزرگی قرار گرفته و امروز بیشتر از هر زمان دیگه‌ای در معرض سقوط هست، چرا که صدها هزار نفر به خاطر شکنجه و اعدام عزیزانشون زخم خورده هستند و الان به حرف اومدن. هزاران فعال کارگری، فعال دانشجویی، فعالین حقوق کودک و فعالین حقوق زنان همه زندانی هستند و مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار می گیرند و الان شاکی خصوصی حکومت و وزارت اطلاعات هستند. اما حکومت دیکتاتوری تلاش میکنه که سرپوش بزرگی رو روی این جنایت ها بذاره، چرا که بعد از افشاگری اسماعیل بخشی از شکنجه هایی که شده، وزارت اطلاعات به صراحت در جوابش گفته که یک سوء تفاهم بوده و منکر این شکنجه ها شده. اما عسل محمدی، زندانی سیاسی که به قید وثیقه آزاد شده، شکنجه های اسماعیل بخشی و سپیده قلیان رو تایید میکنه و در قسمت هایی از نامش مینویسه که من شاهد ساعت های طولانی بازجویی سپیده قلیان بودم، از 10 صبح تا پازی از نیمه شب که تقریبا هر روز این پروسه تکرار میشد. من صدای فریادها و توهین های بازجویش را از اتاق کناری میشنیدم. من شاهد روزی بودم که چنان فشاری برای اعتراف دروغ بر او آوردند که پنجه بر چهره نازنینش میکشید. من شاهد صدای اسماعیل بخشی بودم. احتمالاً اینها فقط گوشه هایی از آنچه بود که بر رفقایم گذشت و من با چشمان بسته شاهد آن بودم، اما یقین دارم حالا که جز زنجیرهایمان چیزی برای از دست دادن نداریم، این گردن کشی ها قدمی ما را به عقب نمی راند، چرا که ما عاشقان مست دل از دست داده ایم. کیفرخواست اسماعیل بخشی علیه شکنجه و زندان، کیفرخواست من و شما و میلیون ها انسانی هستش که به اشکال مختلف شکنجه شدن اما شاید هرگز از شکنجه هاشون سخن نگفتن. این افراد شبها و روزها رو از وحشت کابوس شکنجه ها به خودشون لرزیدن و آثار جسمی و روحی این شکنجه های زندان رو در تمام لحظات زندگیشون حس میکنن. همه ی جان به در بردگان شکنجه و زندان اسناد زنده آثار جنایت های رژیم جمهوری اسلامی هستند. باید کابوس های وحشتناک درد و شکنجه و زندان رو با فریادی بلند صدا بزنیم. تک تک ما باید شکنجه هامون رو به دادخواستی علیه رژیم تبدیل بکنیم و به کارزار من هم شکنجه شدن بپیوندیم. در این کارزار اسم و سنتون و نحوه برخوردی رو که با شما شده و شکنجه های روحی و جسمی رو که به خودتون و خانوادتون وارد شده رو حتما بنویسید و یا اگر تهدید و یا آزار و اذیت شدین اون رو هم قید بکنید. زمان و مکان دستگیری و اسم زندان و دلایلی رو که برای دستگیری داشتین و حکمی رو که بهتون دادن و همینطور این که بعد از زندان شکنجه ها چه تأثیری روی جسم و روح و روان شما و یا حتی خانواده هاتون گذاشته، همه این موارد رو میتونید به آدرس هایی که در پایین صفحه میبینید برای ما ارسال بکنید. به این شکل ما میتونیم به صورت کیفرخواست از اون استفاده بکنیم و اگر مایل به انتشار تجربه ها و شکنجه های خودتون نیستین، میتونین برای کارزار من هم شکنجه شدم بفرستید که ما جزو اسناد تهیه شده بگذاریم و از طریق
طریق وکلای حقوق بشر غیر ایرانی اون رو به پیش ببریم. و اگر هم مایل هستین به انتشار این تجربه های تلخ هستین، حتما قید بکنین که چه قسمت هایی از شکنجه هاتون رو با چه اسمی میخواین منتشر بکنین. اما توضیحات بیشتر از نحوه این کارزار و کار این کارزار رو از زبان پریسا پوینده، مسئول کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی میشنویم. پریسا پوینده سلام به شما و خوش اومدین به این برنامه. من هم سلام میکنم به شما و مرسی که منو در برنامه. برنامه امروز رو مشخصا اختصاص دادیم به موضوع کارزار من هم شکنجه شدم. شما به عنوان مسئول کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی توضیح بدین که چرا این کارزار من هم شکنجه شدم هست. خب شما خودتون به نکات بسیار مهمی اشاره کردین در این رابطه و من اینطوری اعلام بدم که اسماعیل بخشی یکی از چهره‌های شناخته شده کارگران شکر هفت تپه بود که به خاطر نقش کلیدی که در این اعتراضات داشت و اعتصابات به یک فکره به یکی از رهبران محبوب و شجاع و جسور این اعتراضات و اعتصابات تبدیل شد و در واقع در ادامه اعتراضات اسماعیل بخشی تنها صدای اعتراض کارگران نبود، بلکه اسماعیل بخشی به صدای اعتراض کل جامعه تبدیل شد. خب همونطور که گفتین اسماعیل بخشی پس از آزادیش نامه و در واقع درخواستی رو نوشته و بر علیه شکنجه و زندان و وزیر اطلاعات رو مناظره تلویزیونی دعوت کرد. در واقع اهمیت نامه و این که درخواست اسماعیل بخشی از این سر بود که در وقتی اعلام کرد که ما نیستیم، ما ساکت نمیمونیم و ما حرف خواهیم زد و بر علیه به صلاح شکنجه و زندان پرچم اعتراضی رو بلند کرد. خب عکس العملای متفاوتی در رابطه با این نامه صورت گرفت، هم از طرف جامعه و هم از طرف سران جمهوری اسلامی. دیدیم که امثال اژه‌ای و مجلس و کمیسیون امنیت ملی و پاسداران کل کشور حالا همه اعلام کردن و تکاپو افتادن و دارن تلاش میکنن که بگن ما اسماعیل بخشی رو شکنجه نکردیم. تنها یک زد و خوردی موقع دستگیری بوده که واقعا این برای همه غیر قابل باور و غیر قابل قبول هست، ولی از طرف دیگه جنبش عظیمی هست که علیه شکنجه و زندان در جامعه به راه افتاده، از طرف جان به در بردگان از شکنجه، از طرف زندانیان سیاسی، از طرف خانواده زندانیان سیاسی و جان باختگان و تمام مردم شدید آزادی خواه که زخم خورده هستند به صلاح از زندان و شکنجه. جنبش عظیمی راه افتاده علیه سرکوب، علیه 14 دهه نقض آزادی بیان، علیه شکنجه و زندان و از این سر زمانی که اسماعیل بخشی فراخوان کارزاری رو داده بود و کیفرخواستش رو اعلام کرده بود، ما هم مثل کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی 9 ژانویه برابر 15 دی ماه 97 کارزاری رو علیه شکنجه و زندان فراخوان دادیم. این کارزار من هم شکنجه شدم چه اهدافی رو به دنبال داره؟ ببینین همونطوری که خودتون گفتین مردم دیگه نمیخوان ساکت بمونن در مقابل 14 دهه سرکوب، شکنجه و زندان و کیفرخواست اسماعیل بخشی در واقع فراخوانی بود رو به جامعه برای همین کار. اسماعیل بخشی رو به جامعه اعلام کرد که باید حرف بزنیم، ما حق حرف بزنیم، ما حق داریم بینیم از تمام زخم‌ها، دردها و رنج‌هایی که طی این 14 دهه بر ما تحمیل شده و شکنجه، زندان و سرکوب رو عقب بروندیم. همونطور که
ما شاهد بودیم که جنبش علیه سنگسار سنگسار عملا عقب برون از مثلا جامعه و جمهوری اسلامی در واقع تحمیل کنه و عملا متوقف بشه. این جنبش یکی از کارهاش به نظر من اینه که همین حالا در یک سطح گسترده و جهانی باید اینقدر تغییر بشه که به این امر منجر بشه و قطعا در ادامش به نظر من این جنبش جنبشی هست برای سران محاکمه سران جنایت و حکومت اسلامی و ما قصد داریم که واقعا بتونیم این جنبش رو به این معنا سازمان بدیم. همینطور در مجامع بین المللی ما قصد داریم اسنادی رو تهیه کنیم که این اسناد رو در مجامع بین المللی مطرح کنیم و بفرستیم تا فشاری بر حکومت جمهوری اسلامی برای برقرار کردن شکنجه و سرکوب زندان وارد بشه، چون این جنبش ادامه جنبش دادخواهی هست و جنبش دادخواهی رو خوشبختانه همین حالا جوامع بین‌المللی میشناسنش و همینطور در جریان تمام تجاری در جامعه ایران هستن. در نتیجه ما فکر میکنیم که هرچی که این جنبش قوی تر بشه و مردم اون رو بیشتر پوشش بدن در نتیجه تاثیرات بهتری هم در جامعه بین‌المللی و مردم خواهد. اگر ممکنه کمی توضیح بدین که این کارزار تا به حال چطور پیش رفته؟ راستش همونطور که گفتم این کارزار در یک سطح بسیار وسیع و گسترده پیش رفته. عکس العمل هایی که جامعه زندانی سیاسی جان به در بردگان شکنجه خانواده زندانی و جان باختگان راجع به این کارزار دارن نشون واقعا هیجان انگیزه و آدم رو به رنج میاره. من اینجا از شما اجازه میخوام که به چند نامه از زندانیان سیاسی که همین امروز در زندان هستن بخشایی از نامه هاشون اشاره کنم. سعید شیرزاد زندانی سیاسی و فعال حقوقی در نامه رو به اسماعیل بخشی سپیده قلیان و عسل محمدی که از اونها نام میبره از خون از در خون غلطیدن رفقایش در ترکمن صحرا، از قتل عام قارنا، از گلوله و بمباران کردن کردستان و تیرباران در پادگان سنندج، از انقلاب به اصطلاح فرهنگی سروش ها، از خیمه شب بازی های دوم خمینی ها و از مرگ شاه رخسانی نام میبره و همه اینها رو شکنجه برای خودش دیده و بعد در آخر اضافه میکنه رفیق جانم از سالها کشتار و شکنجه گفتم، پس به رفقای من بگو که جز از دست دادن زنجیرهای من چیزی برای از دست دادن نداریم و تنها راه رهایی در گرو اتحاد و اعتصابات سراسری نهفته است که دادخواهی بزرگ همین است. مادر آتنای دائمی در نامه که من هم همراه آقای اسماعیل بخشی خواهان پاسخ وزیر اطلاعات هستم و از تمام رنج ها و درد های تمام این سال ها آتنا خودش مثل مادر آتنا و خانواده آتنا به صلاح متحمل شدن حرف زد. محمود صالحی فعال کارگری و زندگی سابقش در نامه‌اش شکنجه هایی که شده اشاره میکنه و میگه همین که دیگر نمیخواهیم در پشت درهای بسته شکنجه شویم و لام تا کام صحبت نکنیم خودش یک پیروزی است. مادر سهیل عربی از بارها ضرب و شتم سهیل عربی و اذیت آزار سهیل عربی در زندان فشنگی تهران میگه. مادر ستار بهشتی از این ستار بهشتی هرگز نمی ترسید و این ادعا که ستار بهشتی از ترس دیر شکنجه جانش رو از دست داد رو رد می کنه. مجید اسدی زندانی سیاسی در نامش میگه که حال بگذارید با حاشا و انکار رفتند و افشای شکنجه را با شکنجه پاسخ دهند و اضافه میکنه به یقین مردم و
و تاریخ به یقین مردم و تاریخ داوری خود درباره این مشت از خروارها نمود تجربه را خواهند کرد. اینها روایت همه ما شاهدان و قربانیان شکنجه است. پس باید که علیه شکنجه و شکنجهگران در صحن دادگاه زیرسلاخ خلق شهادت و دادخواهی برخواست. به نامه ارسل محمدی شما اشاره کردیم. اینجا میخوام به نامه اعظم جنگجویی از دختران خیابان انقلاب بگم، پرونده طلاقش بعد از پرونده دختران انقلابش تحت تاثیر قرار میگیره و حتی طلاقش بعدی از اون میشه. محمود بهشتی لنگرودی معلم زندانی در نامش اشاره میکنه به اینکه اگر که و دعوت میکنه از مسئولان رو که به بندهای 209 و 1 و 2 الف زندان ایلی مراجعه کنن تا اونجا شکنجه رو تا اونجا آنچه را که شکنجه مینامند رو مشاهده کنند. محمد حبیبی از ضرب و شتمش اطرافیانش طرفدار بسیار وحشیانه که زمان دستگیریش به اصطلاح صورت گرفته بود حرف میزنه و سعید ماهوری از 19 سال زندان و شکنجه میگه که شاهدش بوده، از اعدام زانیار و مرادی میگه و همینطور مجید عزیزی از پاسخامیان دختران انقلاب در نامه بخشی میگه که آزادی و حق زندگی را از ما گرفتند اما آنها نمیتوانند ما را از ما جدا کنند. فرقی ندارد، تو در اهواز، من در زندان عادل‌آباد، شیراز، سهیل عربی در زندان پشمیه و آرش صادقی در زندان رجایی شهر کرج، ما با هم فریاد خواهی سر میدهیم. همینطور شعله پاگروان از درد داران نفر زد و شکنجه شده و خانواده هاشون صحبت میکنه. راهله راهلی از هم درد و رنجی که خانوادهش تمام این سالها متحمل شدن برای جان باختن برادرش در دستشت صحبت میکنه و تشکرات کارگری، همینطور تشکرات کارگری دیگه به نامه بیشتن از فراخانه اسماعیل بخشی، شورای بازنشستگان حمایت کرده و جمعی از وکلای دادگستری نامه سرگشاده روحانی و خواستار بطلا ضرورت شکایت اسماعیل بخشی شدن. همینطور برای آزادی کارگران زندگی و چپ و دانشور هم بارداری رو در این رابطه فرخان داده که اینها تنها اسمایی هست خیلی کم که من یادم مونده و بهشون شد کردم. ده ها نامه دیگر مادر شهین مهینفر دوست دارم اینجا ازش نام ببرم که نامه ای نوشته. ده ها نفر از خانواده سیاسی و مردم به این جنبش پیوستن و این نشون میده این جنبش چه پتانسیل به اصطلاح بالایی برقرار هست برای بلرزه در آوردن پایه‌های اصلی جمهوری اسلامی علیه شکنجه، سرکوب، نقض آزادی بیان. اما به عنوان نکته آخر و سوال آخر اگر ممکنه بفرمایید برای بینندگان که چطور میشه به این کارزار پیوست؟ شما در اوایل اشاره کردید که به درستی و حتی نکته های خیلی مهمی رو گفتید که مردم تمام جان به در بردگان از شکنجه، تمام زندانیان سیاسی، خانواده های زندانیان سیاسی و جان باختگان بنویسن با همون شکنجه که شما نام بردیدشون، حکم صادرشون، محل زندانی که زندانی بودن، تمام آسیبایی توی این مدت روانی و جسمی خودشون و خانوادهشون متحمل شدن، تاثیرات شکنجه، اینا رو میتونن بنویسن و به آدرسایی که امیدوارم شما اونجا بگذاری در صفحه هم به ایمیل ما اونجا ایمیل کنن تماس بگیرن و همینطور به صفحه فیسبوکی، پیج صفحه فیسبوکی ما که من همشکنی شدم و آلبرت تارت هست اسمش، میتونن مراجعه کنن. در تلگرام کانالی با همین نام به نام من همشکنی شدم به راه اندازی شد، میتونن با ادمین اون کانال تماس بگیرن. همینطور گروهی در تلگرام در این رابطه در حال فعالیت هست که ما هم در اون گروه
درست میکنیم و امیدوارم هزاران نفر زخمی از شکنجه و سرکوب بتونن به این جنبش و به این کارزار بتونن. ممنون از شما پریسا پوینده که وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادین. متشکرم از شما مرسی. اما دومین اطلاعیه کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در مورد این کارزار فراخوان داده شده با این مضمون: علیه شکایت دادستان کل کشور در دفاع قاطع از اسماعیل بخشی. به آخر خط رسیده اید. ما همه اسماعیل بخشی هستیم. 40 سال دادخواست علیه سرکوب بی امان و خشونت سازمان یافته حکومت اسلامی در مقابل کیفرخواست یک کارگر شجاع و جسور که رئیس دستگاه امنیت و سرکوب حکومت اسلامی را به مناظره فراخواند روی میز دادخواهی جامعه آمده است. بیشمار شاکیان خصوصی حکومت پرنکبت شما، این صدها هزار زندان کشیده و شکنجه دیده، این خانواده های داغ دیده و به سوی عزیزان نشسته، این هزاران کارگر و دانشجو و معلم و مدافع حقوق کودک و حق زن که به ضرب شلاق و سرکوب و شکنجه و دستگاه های وحشت افکن امنیتی از حفاظت اطلاعات سپاه تا وزارت اطلاعات و حراست و بسیج و مسجد و ملا نتوانستید ساکتشان کنید، در مقابل شما به دادخواهی صف کشیدند. این موج همبستگی و اعتراضی که در سراسر جامعه شکل گرفته است، پاسخ قاطع ما مردم به دستگاه خونریز و ظالم قوه قضاییه و ضابطین آن است. اسماعیل بخشی کیفرخواست همه مردم مصیبت دیده و خشمگین و معترض را اعلام کرده است. ما نمیگذاریم پاسخ کیفرخواست اسماعیل بخشی را با شکایت از او بدهید. حرف حساب جامعه ساده و بسیار روشن است. دستگیری و امنیتی کردن حق خواهی و اعتراضات باید خاتمه یابد. اعتصاب و اعتراض حق ما مردم است. آزادی بیان و حق تشکل و ابراز عقیده و باور حق ماست. نیروهای سرکوبگر حراست باید از محیط کار و آموزش برچیده شوند. پرونده سازی و پاپوش دوزی برای همیشه خاتمه یابد. بساط شکنجه و اعتراف گیری باید برچیده شود. همه کارگران دستگیر شده باید بیدرنگ آزاد شوند. آمرین و عاملین دستگیری و شکنجه اسماعیل بخشی و همه کارگران دستگیر شده باید معرفی و محاکمه شوند. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی از همه شما مردم آزادی خواه و مبارز ایران می خواهد که در دفاع از اسماعیل بخشی و کارگران هفت تپه و فولاد اهواز و همه زندانیان سیاسی در پاسخ قاطع به دادستان خونریز قوه قضاییه به کارزار من هم شکنجه شدم بپیوندید. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی 25 دی ماه 1397، 15 ژانویه 2019. به امید اینکه شما عزیزان جان به در برده از شکنجه به این دادخواست بپیوندید، منتظر تماس ها و مطالب شما عزیزان در کارزار من هم شکنجه شدم به آدرس هایی که میبینید هستیم. با امید به اینکه برنامه این هفته کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی مورد توجهتون قرار گرفته باشه، تا برنامه بعدی هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم.